در یکی از دیه‌های ناحیه عینی میباشد که از مرکز ناحیه 60 کیلومتر دورتر جای گرفته است. در این دیار نفرون شهرتیار به کمال رسیده و امروز نه تنها در حدود تاجیکستان بلکه در خارج کشور فعالیت کاری دارند. یکی از چنین شخصیت ها این سید مراد دولتوف میباشد که امروز در کشور محبوبیت خاص دارد. مؤسسه دولتی ساخت سینما امروز درباره این شخصیت فیلمی را به نوار میگیرد. درگ شریف یکی از قشلاق‌های زیبا منظری همین رایون عینی به شمار می رود. برای آن درگ شریف می گویند که این قشلاق درگ ما بسیارتر کادرهای به معنی با معرفت بسیار دانشمند و بسیار تربیت نموده است. یکی از کادرهای مشهوری که مکتب ما تربیت کرده است این زبیدالله زبیدوف می باشند که این کس خود سفیری مملکت های عرب یک چند مملکت های عرب به سفیری کرده است. غیر از این اکادمی که علم های یکی از اکادمیک های زبانشناسی مشهور تاجیکستان این قربان واصف می باشند که این کس هم در تربیه همین کادرهای ما به وجود آمدند، همینجا تربیت یافتند. فیلم نوبتی مؤسسه دولتی ساخت سینما این مربی نام داشت نهمین فیلم این مؤسسه می باشد. این فیلم بنا به گفته کارگردان محی‌الدین مظفر یکی از فیلم های بهترین خواهد شد که آن در چند کشور دنیا روی نوار آورده می شود. این لایحه است که شما علاقه می دارید قریب 3 سال ما آمادگی دیدیم و لایحه هست که در 5 دولت دنیا ثبت می شود. این تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و ایالات متحده آمریکا. و همچنین در این 5 کشور هنرمندان این 5 کشور یعنی روسها، قرغزها، قزاقها، آمریکاییها، تاجیکان اشتراک میکنند. یعنی سرحدی میدان نوار، میدان نوار علاقه جغرافیش در این 5 کشور است و نیت هست که در این 5 کشور و همچنین در ازبکستان نخست نمایش این فیلم ها برگزار میگردد و در تالارهای تمام شبکه های تالارهای سینمایی این آسیای میانه عین حال نقش همین است که نشان داده شد. اما امید میکنم که وقتی که فیلم خوب ساخته میشود بازم به دیگر دولت ها راه مییابد و تلاش ما، کوشش ما همین است که این فیلم یک قدم استوارانه گروه ایجادی ساخت سینما و سینماگران تاجیک باشد، معرفگری سینمای ملی در عرصه بین‌المللی. سید مراد دولتوف میگد 10 سال اینجانب فکری بنوار گرفتن چنین فیلم رو داشت. اصلا فیلم مربی درباره همین نفر روی کار می آید. سید مراد دولتوف میگد مقصد از ساختن فیلم این معرفی خودش نیست، بلکه با همین واسطه او می خواهد در افکار جامعه دیگرگونی رو بیدار سازد. یکی از هدف های فیلم این پیشگیری جامعه از مهاجرت مهنتی بوده، مقصد دیگری آن جلب جامعه به دانش اندوزی می باشد. به گفته او نفری که سوی معلومات است می تواند قله های بلند حیات را فتح نماید. وقتی که من مکتب عالی خواندن نتونستم سال 96 95-96 من 3 مکتب عالی ستودین شدم 95-96 نتونستم خواندن احساب یکی مبلغ نداشتم، شرایط نداشتم خوانم. من یک کمپیر مادر دارم پینسانیر و یا آدم نفخه خور دیگر اکام ستودین بودن دانشجو، من خودم باشم از کوهستان، دیگر همه خواهرام شفر کرده که در کوهستان زندگی میکنم. من یگان کس نمیتونستم که گم که من به یاردم کنم که من مکتبم خونم، شرم میداشتم. برای اما همون وقت من فهمیدم که آدم خوب بودن کم است در حیات اگر پول نداشته باشید. همون وقت فهمیدم که اگر توانا نباشید علمتون کار فهمیدن نمیتونید. با همون وقت من قرار کردم که من یک روز نه یک روز میآموزم پول دارشتونم، میآموزم چخل ساخت چخل نه ساختن، بعد همین درآمد ساختن، بعد همین خیلی فرزندایی که به مانند من هستن، به مانند من که آرزو دارد، امید دارد، میخواد خونه تو نیک شرایط نداره، به همونو یاد میدیم. صحنه های فیلم خیلی زیاد است. این صحنه که شما میبینید با جری افتادن نقلیات که در داخلش پدری سید مراد دولتوف است روی کار آمده است. مشنی برکشی مسلوتی کشاورزی داشته در عقبه وادی زرافشان با جری میافتد و در مشنی دیگری برکش در راه پرپشتوبی کوهستان زن تولد میکند. این لحظه ها در فیلم نوی هنری تهیگری سینمای مؤسسه دولتی ساخت سینما محی‌الدین مظفر مربی انعکاس یافته است.
در رفتی نواربرداری دههی دریغی نوحی اینی با تابستانی سال 1978 برمیگردد. پس از 28 سالی پشخوری اتحادی شوروی رسامان فیلم کوشش نمودند که فضای همون دوره را برقرار سازند. سید مراد دولتوف در دوام حیاتی خود پیرههی پرپیچتاب حیات را تعیین نموده تدریجا به زینه‌های کمالات رسید است. ایام تلخی کودکی و بی‌پدری در حلقه اویله سرفرزند، مهنت پرمشقت مهاجرت در کشور دیگر، مشکلات مهاجرت غیر رسمی و مناسبت سرد ملیسه‌های پرگیر، نخستین کامیابی مولوی و مفلسی ناگهانی در این فیلم روی کار خواهد آمد. گزارش شمس نوروزوف و فردوس عاقلوف برای برنامه اطلاعاتی امروز.